to our next speaker. He is a religious scholar, he's an Iranian cleric, a researcher, journalist, and reformist. He has been described as an active supporter of the revolution, who became an outspoken and influential critic of the current Iranian version of theocracy. He served 4 years in prison after having been convicted in a special court for the clergy for a number of charges, including spreading lies and insulting Islamic sanctities. As a result of his conviction, he was defrocked. Prior to his arrest, he was the director of the Dr. Ali Shariati Research Center and contributing editor of the newspaper Iran-e-Baghdad, which was banned in April 2000. Please welcome Ustad Hassan Ishkandari. که
فرصت در این زمینه اندک بود. ناشار من وارد بحث‌های نظری و انتظاری نمیشم. فقط میخوام یک نکته مهم اشاره بکنم. و نکته این است. اگر بخواهیم وارد بحث‌های نظری در مبادی و مبانی فلسفی و به اصطلاح ایدئولوژیک اعلامیه جامعه حقوق بشر بشیم، پرسش‌های زیادی مطرح است که شاید اساساً نتوان به این راحتی که اون پرسش‌ها پاسخ داد و شاید اساساً نتوان به یک اجماعی در این باره رسید. چرا؟ به خاطر اینکه هر گروهی، هر جمعی، هر مذهبی، هر مکتبی، هر ایدئولوژی بر اساس یک مبانی دارد، یک اندیشه‌ای دارد، یک پیش‌فرض‌هایی دارد. بر اساس اون مبانی و پیش‌فرض‌ها درباره اعلامیه وارد بحث میشه. به ویژه اینکه گاهی یا غالبا اغراض سیاسی به ویژه در دولت‌ها هم دخالت میکنه، اون وقت بحث‌های نظری کشدار و بی‌پایانی درباره اعلامیه جامعه حقوق بشر در میگیره که به راحتی شاید نتوان نتیجه رسید یا به راحتی نتوانند افراد با هم به توافق برسند. به ویژه هم که اشاره کردم، به خصوص دولت‌ها در کشورهای اسلامی از جمله ایران همواره دنبال بهانه‌ای می‌گردند که به یک شکلی از تعهد خودشون نسبت به اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر که پای اون رو امضاشون رو گذاشته‌اند تفره برن. حتی نه تنها در جدال فکری و در مباحث نظری بین مذهبی‌ها و غیر مذهبی‌ها این بحث بی‌پایانه، بلکه حتی در جدال درونی اسلام و مسلمان‌ها هم این بحث بی‌پایانه. الان در ایران شما می‌دانید برخی از مهندسان دینی اعلامیه جامعه حقوق بشر با اسلام سازگار می‌بینند و یا به نوعی ازش دفاع می‌کنند یا تلاش می‌کنند بین اینها سازگاری ایجاد بکنند، حداقل تعارض بنیادینی می‌بینند و به دلایل اجرای اون رو لازم می‌دونند، اما عده‌ای دیگر در برابر ایستادن و میگن اینجاش با اون قرآن نمی‌خونه، اونجاش با اون آیه نمی‌خونه، اونجاش با اون قاعده فقهی نمی‌خونه، اونجا با فلان فتوای فلان فقیه نمی‌خونه. بنابراین این بحث از در عرصه‌های مختلف بی‌پایانه. من الان فقط می‌خوام به این نکته مهم اشاره کنم و اون نکته این است که به نظر می‌رسد تمام مردم دنیا به ویژه در ایران بین گرایش‌های مختلف مذهبی، ملی، قومی، نژادی، طبقاتی، اگر ما می‌خواهیم به دنبال یک صلح و امنیت و آسایش باشیم، پیشنهاد من این است به جای اینکه وارد بحث‌های نظری بشیم، به جای بحث‌های به قول اهل فلسفه جدلی و طرفه بشیم که به راحتی نتونیم از توش در بیاییم، بیاییم به صورت تسینی، نه پیشینی، به صورت تجربی به این اعلامیه نگاه کنیم و ببینیم که آیا در واقع به این سوال جواب بدیم، آیا این اجرای 30 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر در عمل به صلح، به آزادی، به امنیت، به رفاه، به توسعه، به کرامت انسان، حتی به اخلاق کمک میکنه یا نمیکنه؟ یعنی تو تجربی به این اعلامیه نگاه کنیم بدون اینکه وارد بحث‌های فلسفی و کشدار بشیم. معمولا بشر در طول تاریخ 4 آرمان بزرگ داشته، به خاطر اینکه 4 مشکل بزرگ داشته. یکی مسئله جنگ بوده، در برابرش صلح می‌خواسته. یکی مسئله تبعیض بوده، در برابرش مساوات و برابری و عدالت و برابری می‌خواسته. یکی ظلم بوده، در برابرش عدالت می‌خواسته. و یکی هم فقدان امنیت و ناامنی بوده که در برابرش امنیت می‌خواسته. بنابراین امنیت، عدالت و مسئله مساوات و رفع تبعیض، اینها آرمان‌های بزرگ بشر بوده در طول تاریخ.